میخوام شما رو برم به گزارشی که کسرا ناجی داد، قمانم سال 2010 بعد باشه، از روی یکی از ناوهای آمریکایی. احتمالاً تیکش رو دیدید شما و میشناسید، چون تبدیل شد به یک امر کلیشه، ولی من میخوام کل این رو برای شما باز کنم. صبور باشید با من و این رو ببینید. هواپیماهای جنگنده آمریکا اینجا در خلیج فارس، محل استقرار ناوگان پنجم آمریکا و تا چند روز پیش محل ماموریت ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن. اینجا این هواپیماها دائما در حال برخاستن و نشستن است. تصاویر رو ببینید. ببینید ما میگیم جنگ رسانه این چی؟ تصاویر عظمت این موشک‌ها رو ببینید. و کلماتی که لابلاش میاد. مقایسه کنیم با اون مستندهایی که به شما نشون دادم. مستند رو در رو با شیطان و مستند جنگ هفت‌کش‌ها و غیره و غیره. این تصاویر کارشون، اینها پیوست رسانه‌ای ارتش آمریکاست. پیشتر هم گفتم که قدرت بلا منازع آمریکا به عنوان قدرت تک قطبی جهان در سال 1990 با تصاویر مادون قرمزی بود که CNN از حمله به بغداد نشون میداد. تصاویری که در شب بود، موشک‌هایی که به بغداد می‌خورد و این احساس برای ما به وجود می‌آورد که دیگر کسی را یارای ایستادن مقابل اینها نیست، نه دیگر این برف را سر ایستادن نیست، نه دیگر این قدرت را سر ایستادن نیست. و اون لحظه هک شدن هیمنه آمریکا در مغز تک تک شهروندان جهان و آغاز رسمی جهانی شدن یا آمریکایی شدن در عرصه نمادین بود. ببین حالا همین رو بی بی سی چجوری انجام داره میده. پس ما سه عرصه مختلف امپراتوری آمریکا که هر سه شون در عالی ترین مقام بوده و باعث شده که این امپراتوری از 1945 تا به امروز همین اواخر بلا منازع باشه رو با هم میبینیم. یک، تحریم که قدرت، یعنی مونوپولی دلار و قدرت بلا منازع سلطنت دلار بوده که آمریکا میتونست به صورت یک جانبه اقتصادهای کشورها رو تحریم کنه چون اول قدرت اقتصادی بوده. دو، قدرت نظامی، ناوهای هواپیمابری داشته که میتونستن بیان و موازنه قوا رو در هر جای جهان عوض کنن. و سه، قدرت رسانه‌ای که میتونه اینها رو ترجمه کنه به چیزی که در ذهن تک تک شهروندان جهان یا شهروندان یک کشور ترس ایجاد کنه و توان مقاومت رو در اونها از بین ببره. این کارو چه کسی انجام میده؟ یک نیتیو اینفورمنت، یک خبرچین بومی به قول فرانس فانون. این ایرانی بودنش هم کمک میکنه که این بیشتر فرو بره در ذهن مردم ایران. یک جنگ رسانه‌ای تمام عیار رو در این 6 دقیقه میخوام به شما نشون بدم. به تصاویر دقیقا نگاه کنید، به تک تک تصاویر و به تک تک کلمات. به گفته فرماندهان ناو، به منظور آموزش و تمرین، یک فعالیت روزمره، تمرین برای جنگی احتمالی. هر جمله با این پروازها سجاوندی میشه، نقطه گذاری میشه، کاما گذاری میشه. این تصاویر تو ذهن شما میره، شب خوابتون میبینید، وارد سابلیمینال یا بخش ناخودآگاه ذهن شما میشه. خب و حتی شما اگه بهش آگاه نباشی، بعد از دیدن این تصاویر وحشت بخشی از ناخودآگاه تو گرفته. اما این پروازها هدف دیگری را هم دنبال میکنند، به رخ کشیدن قدرت نظامی آمریکا در این آب‌های ناآرام. یک نمایش قدرت. همینجا امروز 100 پرواز داشتن، 100 پرواز ماموریتی. پیام این ماموریت ها اینه که قدرت منطقه‌ای دست کم در آسمان ما هستیم. پیام این پرواز اینه که قدرت منطقه‌ای در آسمان ما هستیم. حالا این صحنه‌ای که از این فیلم خیلی معروف شده، چون یک فرویدن اسلیپ، یک لغزش زبانی فرویدی اینجا انجام میشه و کسرا ناجی خودش رو با آمریکایی‌ها جمع می‌بنده و ما هستیم و میگه که و نشون میده که وقتی میگم خبرچین بومی یا یک مزدور که با چهره به شکلی به ظاهر ایرانی اما در عمل آمریکاییه، اینه، میگه ما هستیم. اینجا پایین عرشه، محل سرویس و تعمیر هواپیماها که با پایین آمدن قسمتی از سطح عرشه به اینجا منتقل می شود. فرمانده این رو من دادم رفت به شما بگم. به اینها میگن embedded journalist، embed میگن به اینها. شاید تو کامپیوتر بدونید embed چیه. وقتی مثلا یه فایلی رو، یه ویدیویی رو در یک سایتی embed میکنید، به اینها میگن embedded journalism. خبرنگارانی که با ارتش یک کشور embed میشن، یعنی از یک گزینش های اساسی رد شدن. همین اگر دیدید که کسرا ناجی روی ناو
هواپیما برای آمریکاست. اگر دیدید که مازیار بهاری در سال 2004 با ارتش آمریکا وارد عراق شد، 2003 امبد بود در ارتش آمریکا و با ارتش آمریکا وارد عراق شد، یا اگر دیدید که هر خبرنگار ایرانی، افغانی، آفریقایی و غیره امبد بود در جایی بهش اکسس دادن و دسترسی دادن به سلاح‌ها، به ارتش و به جاهایی از یکی از ارتش کشورها، بدونید که اینها خودی 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 هن. اینا امنیتی امنیتی هن. اگر مثلا شما ببینید که مثلا فردا علیزاده بلند شه بره توی مثلا شهر موشکی سپاه، خب معلومه که خودیه، یعنی این آدم گزینش شده است و از ایناست. مگر نه کدوم ارتشی که حاضر شما رو ببره داخل ناو آپم برش که اطلاعات داشته باشی و بعد بدی بیرون؟ کسرا ناجی خبرنگار نیست، سربازه، سرباز آمریکاییه. به اینا میگن اعلامی در عربی، به انگلیسی میگن پروپاگاندیست. آیا مثلا من که کارت خبرنگاری انگلیس هم دارم میتونم برم مثلا از آمریکا تقاضا کنم که من میتونم بیام روی ناوتون یه دونه گزارش تهیه کنم؟ نه، اینا گزینش شدن ها، گزینش جدی امنیتی شدن ها، دقت کنید. ناو اصرار دارد که فعالیت های کشتی فعالیت های عادی و روزمره است، اگرچه قبول دارد که فعالیت های این ناو هواپیما بر اینجا برای ایران نگران کننده است. ما یه کشتی نیروی دریایی هستیم، اینو کسی نمیتونه انکار کنه. یه کشتی قدرتمند، این توان نظامی وجود دارد. ناو هواپیما برای آبراهام لینکلن ناویست به درازای 3 زمین فوتبال. آه چقدر من ترسیدم. منو بترسون کسرا ناجی، منو بترسون، منو وحشت بینداز. خب بگو چقدر بزرگه، بگو چقدر بمب‌هاشون ترسناکه، بگو که هر کنون از این بمب‌ها چند تا بچه رو میتونه بکشه که من وحشت کنم. بترسون منو. با توان نظامی هوایی بیشتر از بسیاری از کشورهای جهان، این ناو 6000 پرسنل زن و مرد نیروی دریایی آمریکا رو در خود جا داده. چقدر زیباست این فمینیسم آمریکایی. من سر تعظیم میارم که آمریکایی‌ها برای کشتن مردان در خاورمیانه تبعیض جنسیتی قائل نمیشن و هم به زنان هم به مردان و تازگی‌ها به هم جنس کرایان و دیگر جنس کرایان هم اجازه میدن که یکسان در ارتششون خدمت کنن. و این زیبایی آمریکاست که بمب‌هاشون رو واقعی کسایی که بعد بمب بندازن و شلیک کنن به مردم افغانستان و عراق و غیره تبعیض جنسیتی نداره. باریکلا. از خدمه گرفته تا مهندسان و خلبانان بیش از 80 تصویر دل مردم ایران رو قرار ببره. فمینیستای ایران بعضیشون، من مطلق به همه فمینیستا نمیذارم، فمینیستای امپریالیستی دارم میگم، که از این تصویر اینو نمیبینن که این دو تا بچه ممکنه که بعداً باعث مرگ و میره 4 تا کودک ایرانی یا گرسنگی مردم ایران شن که شدن، چون اون نافا کارشون تقویت و تحکیم تحریم اقتصادی بود. این تصویر رو چیده که ببه چقدر خوب زنام تو ارتش هستن، شما خاک برسرا تو ایران زناتون نمیتونن کار کنن تو ارتش. هواپیما و هلیکوپتر جنگنده، کسانی که ظاهراً دائم مشغول به کار هستن. ما خودمون رو مشغول نگه می‌داریم. اینجا چه کار داره میکنه کسرا ناجی؟ داره انسانسازی از چهرهشون میکنه، داره نشون میده که چه اون وجه رحمانیشون هم داره نشون میده که اینا چقدر آدمای خوبی هستن و آدمای مهربونی هستن. قشنگ داره زاویه ذهنی ما رو کار میکنه که ما با اینها خودمون رو این همانند کنیم. داریم و از هر فرصتی برای آموزش و تمرین بیشتر استفاده میکنیم. اگر کمی تنبلی کنیم یا حواسمون پرت بشه، ممکنه اتفاق غیر مترقبه بیفته و به یک فاجعه تبدیل بشه. اینجا گذر از خلیج فارس و عبور از تنگه هرمز. فرماندهان آمریکایی فراموش نکردند که مقام‌های ایران همین چند هفته پیش علیه عبور و مرور کشتی‌های آمریکایی هشدار داد. این همون حرف داره میزنه که علی کریمی داره میزنه، یعنی ایرانی‌ها همون موقع هم لافزنی کرده بودن، ادعا کرده بودن که هشدار میدیم که اگر رد شیم فلانه، و میخواد تحقیر کنه این هشدار رو. این حرف علی کریمی رو کسرا ناجی با یه سطح بهتر کار رسانه‌ای داره انجام میده. گوش کنید. فرمانده کل ناوگان پنجم آمریکا در اتاق فرمان مسیر حرکت را نشان می‌دهد. از کنار جزیره ابو موسا، یکی از پایگاه‌های سپاه پاسداران ایران، او می‌گوید تهدیدهای ایران را در نظر دارد. البته ما این تهدیدها را می‌شنویم و به آنها توجه داریم و با توجه به این تهدیدها ما خودمون را برای عبور آماده می‌کنیم. ما توان ردگیری رو داریم و میتونیم خطرها رو شناسایی و ارزیابی کنیم. این فهمیدین؟ ما میتونیم اینا غلط زندرم نمیتونم بکنن. آشنام هستیم با این لاف ها.
امروز اینجا هیچ چیز به تقدیر واگذار نشد. این جمله رو گوش کنین شما، این جمله رو ببینید، اصلا انگار طراحی شده. جنگ رسانه یعنی این جمله رو گوش کنید. خب اینجا هیچ چیز امروز به تقدیر واگذار نشده است. یعنی یه خردی داره آمریکا، یه هوشی داره، یک نبوغی داره که همه چی رو طراحی کرده و شما نمیتونید جلوش وایسید. غلط زیادی نکنید ایرانی ها غلط زیادی نکنید. خب و شما کسی کاری نیستید. دو کشتی جنگی در جلو و عقب و چهار هلیکوپتر در پرواز دائمی در چهار سو ناو هواپیمابر را حفاظت میکنند. در اتاق رادار دست کم 7 رادار کشتی سطح آبهای خلیج فارس و آسمان منطقه را زیر نظر دارند. بر روی عرشه تفنگداران آمریکایی مراقب اوضاع هستند. اگه من میخواستم به شکلی رجزخوانی کنم، اول جنگای قدیم رجزخوانی میکردن دیگه، میومدن گفتن که من همونم که پدرم زد پدر تو رو کش، عضله دارم هر کدومشون، چه میدونم من که چندان ندارم ولی اونایی که دارن خب با هر کدومشون میتونم 4 تا گاو بردارم پرت کنم رو سرت و غیره. خسرونجی دقیقاً داره این کارو میکنه برای افکار عمومی ایرانیان، داره میگه که چی اومده به بازار، میخوای جلوی این وایسی با قایقای تندرود میخوای وایسی. آره داره تو دلشون رو خالی میکنه، داره هراس انگیزی میکنه، داره رجزخوانی میکنه و داره قدرت آمریکا رو به رخشون میکشونه. به عبارتی مثل فروشگاه‌های خریده دیگه، که این کاتالوگ قدرت ناو هواپیمابر آمریکایی برام میگه و داره به ما میگه که چرا خلیج فارس جای ما نیست، مال اوناست. نگرانی عمده موشک‌های ساحل به دریای ایران و قایق‌های کوچک اما سریع سپاه پاسداران، قایق‌هایی که می‌توانند به طور انتحاری به بدنه یک کشتی بزنند. تنش اینجا بیشتر شده در مقایسه با دفعه قبل که از اینجا شبانه عبور کردیم، ولی ما اینجا هستیم و می‌دونیم باید مواظب چی باشیم. و ببین نقطه ضعفی که آمریکایی دارن میگن فرق کار رسانه اینه، نمیده فقط قلوف کنه که ما میتونیم لای میکنیم فلان، داره میگه که بله قایقای تندرو ایران خطرناکه و جوابشو میده، شبهه رو مطرح میکنه، جواب شبهه رو میده. فرقش با رسانه ایران اینه که بعد حالا دیگه واقعا که رفع شبهه شد، این ترس ما از بحث قایقا رفت، حالا دیگه واقعا تو ذهن آدمها قدرت آمریکا کاملا تحکیم شده باشه. ولی جمله خیلی زیبا داره اینجا، میگم شما دوباره گوش کنید این رو. در مقایسه با دفعه قبل که از اینجا شبانه عبور کردیم، ولی ما اینجا هستیم و میدونیم باید مواظب چی باشیم. و ما اینجا هستیم و میدونیم که شما باید مواظب چی باشیم. شما غلط کردین، اینجا هستین. شما الان 12000 کیلومتر از خونتون، تازه اگه از ساحل شرقی آمریکا باشین دورین، اگه ساحل غربی باشین که 15-16 17000 کیلومتر دورین. شما غلط کردین، اینجا هستین. ما اینجا هستیم. بحث خیلی ساده است، بحث استعمار فرانو نیستش، بحث اینجا بحث استعمار قدیمه، استعمار قرن 19 همه. ما اینجا هستیم، همونطوری که پرتغالی ها اومدن و بندر گمبرون رو ساختن و اشغال کردن بخشی، ما اینجا هستیم، اینجا زمین ماست، خلیج فارس مال ماست. دقت کنید کارمون رو چگونه انجام بدیم، مشکلی نیست. در نزدیکی دهانه تنگه هرمز اولین نشانه های تنش. اینجا در اتاق فرمان تصویرهای زنده از یکی از هلیکوپترهای محافظ نزدیک شدن سریع قایقی را نشان میدهد که معلوم نیست چه پرچمی دارد و چه قصدی. هلیکوپتر محافظ با پرواز بر روی این قایق آن را مجبور میکند که دور شود. قایقی که به تشخیص خلبانان هلیکوپتر متعلق به ایران. هنگام عبور از تنگه هرمز این قایق جنگی ایران سر و کلش پیدا می شود و بعد از مدتی از دنبال کردن ناو آمریکایی منصرف. اصلا قشنگ داره راز بقا میگه اینجا، این راز بقاست. خب شیری اومده، دو تا مثلا خرگوش هم نزدیک شدن، یا دو مثلا سگ نزدیک شدن، بعد یه عرض اندامی کردن، بعد ناو آمریکایی هم اعلام کرده که از اینجا بریم بیرون، با اونا هم صرف کنده گل 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 رفتن بیرون. تصویری که داره میسازه کسروناژی و تکنولوژی جنگ رسانه‌ای بی بی سی نگاه کنید. خب و بعد از مدتی از دنبال کردن ناو آمریکایی منصرف. این قایق‌های تندرو هم با سرعت از مقابل کاروان کشتی‌های آمریکایی رد می‌شوند. قایق‌های احتمالاً متعلق به ایران و برای هشداری
به نیروهای آمریکا. اینجا یک برخورد کوچک میتواند به یک درگیری بزرگ تبدیل شود. این هواپیمای نیروی دریایی ایران که احتمالاً برای شناسایی آمده بود بیش از حد به ناو نزدیک شد. این هشداری به این هواپیما که بعد از مدتی کوتاه مسیر خود را تغییر داد. قرش شیر در رنده آمریکایی و هواپیمای قزمیت ایرانی هم در بالا این تصویر رو که بعد از مدتی دو تا زوزه کرد و فرار کرد و اینها و چخه چخه کرد. تصویری که داریم میسازیم به ذهن ما اینه. ببین این تصویر داره تحقیرمون میکنه از درون. از درون این 6 دقیقه تیکه به تیکش، جمله به جملهش محاسبه شده است خب، و برای اینی که تو رو از درون فرو بپشونه. عبور از تنگه هرمز دست آخر بدون حادثه انجام شد. آخرم پیروز شد. از تنگه هرمز هم رد شد و یک انگشت وسط کامل به ادعاهای سردار سپاه و نیروی دریایی سپاه اینا وارد کرد و نشون داد که اینجا ارباب کیه. این سواحل عمان در جنوب تنگه. هدف از این گذر جایگزینی این ناو با ناو دیگری است که در دریای عمان مستقر است. ناو کارل وینسون. ناوی که در روزهای آینده از همینجا وارد خلیج فارس خواهد شد. عبور و مروری تحریک کننده برای ایران. این را فرمانده ناوگان پنجم آمریکا خوب می‌داند. این یک کشتی جنگیه. البته که خود حضور این کشتی تحریک کننده است. به همین تسلیحات روی عرش نگاه کنید متوجه میشید. روشن است که آمریکا نقش پلیس خلیج فارس را به عهده گرفته. روشن است که آمریکا نقش پلیس خلیج فارس به عهده گرفته. صاحب خلیج فارسه، میتونه زورش میرسه. خلیج فارس اسمش فارسه. حالا منم توی بی بی سی مؤدبانه میگم فارس. همین الان من برم بی بی سی عربی مصاحبه کنم میگم خلیج عربی، کسوناجی میگم. برم بی بی سی انگلیسی مصاحبه کنم میگم گلف، نمیگم اینو. خب برای خوشحال کردن شما مشتریای بی بی سی فارسی یه فارس این بغلش انداختم. ولی خلیج فارس چیه؟ خلیج عربی چیه؟ خلیج آمریکاییه. صاحبش آمریکاست. صاحبش کسیه که این ناوها رو داشته باشه. پلیس اینجا اینه. پس آمریکا پلیس خلیج فارسه و قصد ندارد که بگذارد ایران اینجا درد سر ایجاد کنه. و قصد ندارد که بگذارد ایران اینجا درد سر درست کنه. تصویر پایانی چیه؟ تصویر از اطراف یک چه میدونم هواپیمای خیلی خیلی مجهز آمریکا. کسروناجی بی بی سی، ناو هواپیما بر ابراهام لینکلن، تنگه هرمز. ببین و بترس خوب و وحشت کن و با بزرگتر از خودت در نیافت. و به قول علی کریمی عوض میخوام، واقعا من واقعا این کلمه رو به خاطر این وقاحت اینها تکرار میخوام، چون بعد شرم این بر تمام کسانی که از این آدم دفاع کردن باقی بمونه. شرم این دفاع باید بر رضا امیرخانی ها و پرویز پرستوی ها و محسن کیایی ها باقی بمونه. کسی که به مردم ایران، به مقاومت ملی ایران گفت جمع گنده حالا. ولی واقعیتش اینه که اتفاقی که در داستان ناو بریجتون افتاد و در سند و سبلان افتاد اپیزود اولیه از یک فرایند تاریخی که به امروز رسید. و این فرایند تاریخی زمانی است که ما برای اولین بار در تاریخ 400 سالمون صاحب خلیج فارس شدیم. 500 سالمون. بیایتون باشه که میگم حالا شاه عباس پرتغالی ها رو شکست داد، ولی در اطراف بودن. جنوب خلیج فارس همچنان در اختیار پرتغالی ها و بعد انگلیسی ها و غیره بود. خب برای اولین بار بود که ما در این اتفاق سال 1966 مقابل آمریکا اول ایستادیم، مقابل شوروی ایستادیم و اومدیم گفتیم که این واقعا فارسه. شعار هم ندیدیم که یه دونه فروهر گنده بذاریم، خب اهورامزدا، ایزد نشان، غیره از این مزخرفات. نه فارسشو فارس کردیم، چون بچه های ایرانی بودن که جنگیدن، شهید شدن، کشته شدن و به آمریکا گفتن که پاتو از اونجا جلوتر نذار. و این مدت هم از اون موقع تا امروز این اپیزودها هی اضافه شده و اضافه شده و اضافه شده تا رسیده به امروز. این گندگویی های کسروناجی برای اینه که اتفاقا حالا میگم از این ویدیوها خیلی ترسیدم تو ایران. حسن روحانی ترسید،
و رفتن سراغ این که با آمریکا آشتی کنن، خب رفتن سراغ این که آقا تحریم ها ممکن سایه جنگ بر سر ایران بیاره. این ویدیوها رو ساختن که بگن سایه جنگ بر سر ایرانه، سایه جنگ. برای همین آقای خامنه‌ای جملهش کلیدیه که جنگ نمیشود. این داره به همین رو میگه، اینا باده، اینا دروغه. خب نترسید از اینها، نه اینکه نترسید از آمریکا ها، نه بترسید، ولی بر اساس نیرو واقعی، نه بر اساس شبح، بر اساس قصه و افسانه رسانه‌ای. ببین ببین چند تا تانک دارین، اونا چند تا تانک دارن، چند تا نیرو دارین، اونا چقدر نیرو دارن، چقدر به شکلی حمایت ملی دارین، اونا چقدر حمایت دارن برای ارتش یارگیری و سربازگیری. ولی از عکس و از بازی رسانه‌ای نترسین. حرف آقای خامنه‌ای اون بود. ولی غربگرای ایران اینا رو تو سر بقیه مردم زدن، گفتن که شبح جنگ بر سر ایران، قطعنامه زید به شکلی بند هفت ماده و بند هفت سازمان ملل رفتیم و شبح جنگ بر سر ایران، آمریکا یک ناو دیگه شو آورده. آمریکا هر وقت می‌خواست توی مذاکرات هسته‌ای امتیاز بگیره، ناو قل می‌خورد، می‌اومد نزدیک‌تر می‌شد به مرزهای ایران.